روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنانکه افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کرم برای زخم معده مفید است. اکنون ادامه آن را با هم می‌شنویم. پخته شده کرم را با احتیاط باید پخت که خصوصیت شفابخشی آن حفظ شود. ماده های سلفیت فیتان کیمیاوی به گرمی حساس می باشند و هنگامی گرمی طولانی نابود می شوند. بهترین گزینه کرم را بجوشانید. کرم خوف گرفتار شدن به بیماری سرطان را کم می کند. تحقیقات های زیادی که با جانوران در آزمایشگاه گذرانیده شده اند، خصوصیت های انتی کنسروگنی کرم از همرسانی ها خانواده کرم ها 3-4 را نشان دادند. همه این تحقیقات ها نشان دادند که در جانوران که غذایشان کرم بوده، اینچنین آن جانوران که قبلا تحت تاثیر احتمالی کنسروگنی ها بودند. همچون بنزازدین در ترکیب دود سیگار بیماری سرطان را رشد نمی کند. برای پس کردن دمیش در روده سیاه دانه لازم است. کرم را آهسته جویدن لازم است که با آب دهن خوب آمیخته شود.
او را در یک جایی با دیگر محصولات های رستنی از گاز غنی و مانند غلجات ها یا سبوس استفاده نبرید. نتیجه خصوصیت های انتیکستراگنی کرم می باشند که نسبت به دیگر خصوصیت های ماده های فیتان کیمیاوی آن بالاست. لیکن این ماده ها حیرت آور می توانند دیگر خصوصیت های تبابتی نیز داشته باشند. چنانی به تبابت زخم معده یا بیماری قند کمک می رساند و حتی تأثیر ضد مرکبی دارند. کرم را در طب برای بیماری های زیرین استفاده برده می شود. زخم معده و روده 12 انگشته. به همه خصوصیت های شفابخشی برگ های کرمی به پوست گذاشته شده خوب معلوم است. دکتر شنیدر آزمایشی در دانشگاه استنفورد گذرانده را تصویر می کند که تأثیر مثبت افشوره کرم را به زخم معده و روده 12 انگشته نشان می دهد. بیماران زخم معده داشته که هر روز 4 تا 5 پیاله افشوره تازه ساخته شده را می نوشیدند نسبت به دیگران 2 هفته پیشتر شفا یافتند. دردی معده آنها بعد از چند روز استفاده برای این افشوره نیست شدند. آزمایش‌های بعدی نیز نشان دادند که مقدار کم افشوره کرم از 2 قاشق بزرگ تا نیم پیاله همان قدر مفید است. دیگر بیماری‌های معده. یک چند قاشق بزرگ افشوره کرم که هر روز در معده خالی 5 تا 10 دقیقه پیش از خوراک نوشیده می‌شود، برای سبک شدن بیماری‌های معده کفایت می‌کند. علاوه بر این نشانه‌های مقرر دی پپسی به مانند وزنی عروق و دردی معده پست می شوند. بیماری روده کرم به سبب این که در ترکیبش گاز داشته تأثیر آرام کردن و تنظیم کاری شاه روده را دارد. او این چنین در حالت قبضیت روده بزرگ و ضعف قلب مفید است. ماده های سلفید که در ترکیب کرم موجود است همچون انتیباتیک تأثیر رسانده فلوراید باکتریوی روده را در حالت انفکسیه معتدل می کند. افشوره تازه ساخته شده کرم نیم پیاله 3 یا 4 بار در روز هنگام تبابت دردی روده بزرگ ترس شدن و ناموازنتی باکتریوی روده استفاده برده می شود. پرزیت های روده کرمی در دل نهار نوشیده نیز چون واسطه نابود کردن پرزیت های روده استفاده می شود. نیم پیاله افشوره کرم را در بین غذا 5 روز هر صبح بنوشید. بیماری های قلب و رگ کرم از پتاسیم غنی بوده خیلی کم سدیم دارد. عنصر آخرینی است که از جهت قابلیت آبی نگهداری و زیاد کردن حجم خون داشته و پیداشوی گیپرتان یا تأثیر می رساند. کرم با تأثیر پیشابرانی ملایم خود فرق کرده و به اشخاصی که از بیماری های رگ های قلب گیپرتان یا تسلوب شراین عذاب میکشند کمک میکند. موجودیت ویتامین های ا، سی و ای در ترکیب کرم برای برقرار کردن رگ های ارتریا مساعدت میکند. چاقی کرم مقدار خیلی کم کلوریه دارد. 20 تا 4 کیلوگرم بر 100 به استثنای کرم بروسلی که ممکن است تا 43 کیلوگرم بر 100 داشته باشد، لیکن عجیب سر میکند.
از این سبب و تفیلی آن که از ویتامین ها و معدن ها غنی می باشد، کرم برای اشخاصی که از چاقی عذاب می کشند، مفید است. آن را به همه نمودی پرهیز هایی که برای کم کردن وزن توصیه داده می شود داخل کردن لازم است. ثروت واقعی سلامتی است، نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. وزن اضافی هم ناپسند و هم باعث اکثریت نقصان‌ها در سلامتی می‌گردد. همزمان جسم اگر لاغر باشد توان ما را در پا راست نگه داشتن ندارد. هر قسم پرهیز مفید نمی‌باشد و آن را نه هر ارگانیسم برداشته می‌تواند. پس چی باید کرد که وزن متناسب و سلامتی متداوم را در موازنت نگاه داریم؟ امروز من یک موضوع دفتر خاطراتم را که به این سوال جواب می‌دهد می‌خوانم. 9 جولای سال 2000 روز یک شنبه. سلام روزنامه، تو دوستی صمیمی من شدی. تشکر از این که همیشه سخنان مرا گوش می کنی. امروز با تو یک رازی هنگام آمیز را در میان می گذارم. تو خودت می دانی که من از چه وقت در پی کم کردن وزنم و برگردانیدن زیبایی و سلامتیم مشغول بودم. تصور می کنی می گویند 1 کیلوگرم وزن اضافی 1 سال عمر را می خورد. من 4 توصیه بسیار مهم را قید کردم که رعایه آنها کفالت کم کردن وزن اضافی است. معین نما که در یک شبانه روز به شما چقدر کالوری لازم است و اگر علاجش باشد مقدارشان را کم نمایید. اگر شما از مقدار خوراکه که بدنتان استفاده می کند کمتر کالوری بگیرید، آن به صرف ذخیره های احتیاطی شروع می کند. این کار را بدون تعصب انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای ادامه دادن حیات قوای میانه لازم است. اگر شما کدام کاری انجام نداده 24 ساعت استراحت کنید، 1500 کالوری به دانشجویان و نفرانی که حیات کم ضعیفتر دارند، 2300 کالوری لازم است. هر قدر انسان کار سنگین نماید، همان قدر کالوری ضرورت دارد. تناسب محصولات خوراکه را رعایت نما. انسان باید غذاهای گوناگون بخورد.
برای همین پرهیز های توصیه داده نمی شود که از سطح غذا بعضی غذا را مثلا کربوهیدرات ها بیرون کرده پروتین ها و روغن های نامحدود را اجازه می دهند. چنین گرسنه‌نشینی ذخیره آبی حیاتی بدن را صرف می کنند. در روزهای اول پرهیز یک چند کیلوگرم وزن را از دست می دهید. ولی آنها دوباره بر می گردند. و بسیاری ها بعد چنین پرهیز وزن اولشان را برقرار کرده نمی تواند. زیرا غذایی که از روغن و پروتین مملو است باعث قبضیت، بلندشوی سطح کلسترول خون شده و مرکب شدن روند مبادله ماده ها سبب می شود. از این رو باید به یاد داشت که جسم کالوری را باید به قدری ضروری مصرف نماییم. 55 تا 75 فیصد کربوهیدرات ها، 15 تا 30 فیصد روغن، 10 تا 15 فیصد پروتئین قبول کند. آنگاه هیچ مشکلی به میان نمی آید. استفاده روغن ها را تا 15 فیصد محدود بسازید. چربی لبنیات غلیظ است و در حرارت خانه سخت می ماند. طور مثال چربی، آنها را حتما بدل کردن لازم است. روغن حیوانات در بدن انسان زیر پوست جمع می شوند. روغن رستنی ها را ارگانیسم نسبتا آسان تر جذب می کند. آنها به آسانی به قوه تبدیل یافته ذخیره نمی شوند. از این رو پرهیز شناسان با تجربه توصیه می دهند که آهسته آهسته محصولات گوشت و محصولات رستنی عوض می شود تا جسم و عضوهای ذائقه به آن مطابق شوند. زیاد خوردن صبحانه و کم کردن غذای شام. کالوریی که در سحر به دست می آوریم در دوام روز به خوبی هضم کردن آن امکان دارد. بیشتر کالوری خوراکه پیش از خواب به چربی تبدیل می یابند. غذای شب باید 3 یا 4 ساعت پیش از خواب تناول و صرف شود. بعضی این توصیه ها را من در حاضر تجربه می کنم. به یاد داری من به تو گفته بودم که منظم صبحانه خوردن را شروع کردم؟ در سطح غذاهای من محصولات هایی پیدا شدند که پیش از وقت از آنها کناره می گرفتم. هر روز از سبزیجات تر و تازه غذای بامزه آماده کرده می خورم. آنها از ویتامین ها و معدن ها مملو اند و در برابر این کالوریشان کم بوده برای کم کردن وزن اضافی مساعدت می کنند. من بسیار خرسندم که به آسانی عادت های غذاخوری ام را تغییر دادم. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است.
وحی امید بخش شیطان دشمن مغلوب گشته می باشد. مسیح او را در صلیب مغلوب کرد. در آنجا محبت بیکران خود را به تمام عالم نشان داد. در آنجا او فدیه گناهان من را داد. لیکن این خاتمه نیست. متوجه باشید. عبریان باب 4 آیه 15 و 16 زیرا ما چنان سرکاهنی نداریم که در ناتوانی برای ما دلسوزی کند، بلکه او مانند ما در همه چیز از مدعی وسوسه شد ولی گناه نکرد. بنابراین با جرأت به تخت فیض نزدیک می آییم تا اینکه مرحمت به دست آوریم و برای مددی سری در وقت فیض یابیم. آیا خدا باوری نجات مایان چاره‌ای نمی اندیشد؟ او بدون عمل نمی نشیند. خداوند در آسمان سرکاهن ما می باشد. با قربانی آورده خیش او ما را شفاعت می کند. فیض او برای تو نوابسته در حالتی که باشی امروز مهیاست. خداوند همه وقت چاره‌ای می اندیشد. در کتاب وحی آمده است که خدا باید دوباره عملی را انجام دهد. باری به گناه و درد و رنج خاتمه داده می شود. خدا شیطان را نابود می سازد. شیطان در ابدیت دیگر نمیتواند ما را وسوسه کرده به دامش گرفتار نماید. او دیگر حکمران نمی شود. وعده ای که خدا در باغ عدن داده بود عملی می گردد. مسیح شیطان و ظلم را به طور ابدی نیست می کند. در این باره وحی چنین می گوید. وحی باب 20 آیه 10 و ابلیس که آنها را فریب می کرد در کول آتش و کبریت انداخته شد که در آنجا حیوان وحشی و نبی کاذب هستند و آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند کشید. پیامبر حزقیال به این علاوه کرده چنین می نویسد. حزقیال باب 28 آیه 18 و 19 من از درون تو آتشی خواهم بیرون کرد که آن تو را بسوزاند و تو را در روی زمین خاکستر خواهم کرد. تو مورد دهشت واقع گردیده ای و تا ابد نخواهی بود. باری شیطان محو شده به خاکستر مبدل می گردد و تا ابد نیستی می آورد. باری تمام عالم پاک می گردند. عیسی و قوم او ظفرمندانه حکمران خواهند گشت. کلام مقدس که از قدیم است و از امتحانهای زیادی گذشته است به ما می گوید زمانی خواهد رسید که همگی در امنیت و محبت خواهد بود. دیگر گناه، رنج و عذاب باقی نمی ماند. خدا محبت است. سلطنت او از همه بهتر خواهد بود و تنها این سلطنت باقی می ماند. Thank you.
شما می خواهید درباره محبت خداوند و نقشه های او از کتاب مقدس معلومات بیشتر پیدا نمایید؟ در برنامه های آینده ایمان ما چندین مراتبه درباره مشکلات های زمان معاصر، جنگ و ناآرامی ها حکایت خواهیم کرد. کلام خدا به ما بسیار چیزها را نشان می دهد. ما خواهیم دانست برای چی شیطان اینقدر به خدا و بندگانش نفرت می ورزد. درباره نقشه نجات بشری و راه‌های عملی گشتن آن معلومات بیشتر خواهیم گرفت. درباره واقعیت داشتن زندگی ابدی خواهیم دانست. ما در مورد بازگشتن دوم باره عیسی مسیح خواهیم شنید که کلام خدا چه می‌گوید. در مورد رمز حیوان، فاحشه بابل، در زمین مرکز کائنات گشتن و اینها چگونه عملی می شود معلومات خواهیم یافت. در دوام تمام برنامه های ما پرمهری خداوند را خواهیم دید و محبت بیکران او را خواهیم درک کرد. شیطان در آسمان اسیان برداشته و تفکرهای خود را امروز نیز عملی می سازد. پیوسته ما را به دام وسوسه هایش گرفتار کرده می خواهد از خدا دور کند. یگانه سپر ما این است که زندگی خود را به مسیح ببخشیم. هرگز دیر نمی شود و یا بر وقت نیست تا اینکه ما پیروی مسیح شده راه او را انتخاب نماییم. همین حالا ما می توانیم در این نبرد در کنار او باشیم. در خاتمه این برنامه ما امکانیت داریم که زندگی خود را به مسیح ببخشیم. در هر درجه ای که شما محبت و حقیقت های او را درک می کنید، می خواهید حل تمام مشکلاتتان را بر دوش عیسی واگذارید و در این نبردی که تمام عالم را فرا گرفته است می خواهید طرفدار خدا باشید؟ اگر چنین است پس بیایید دست دعا بالا ببریم. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.